دانشمندا از کجا پی بردند که دقیقاً در 15 میلیارد سال پیش چه اتفاقی افتاده؟ از کجا میدونن که 21 میلیارد سال دیگه جهان هستی نابود میشه؟ چرا هرچه دانشمندا میگن ما باید باور کنیم؟ اصلا این حرفا به کنار، چرا باید حرفهای غیر معقول دانشمندا رو باور کنیم؟ مگه ما عقل نداریم؟ دانشمندا میگن در کوانتوم قانون علیت وجود نداره و تولید خود به خودی از هیچ ممکن هست. ما چرا باید قبول کنیم؟ این که به عقل جور در نمیاد. همین جوری میگن تئوری کوانتوم محکم ترین تئوری فیزیک هست. ما هم میگیم خب لابد هست دیگه، لابد کوانتوم محکمه محکمه. بعد دلمون خوشه که از مراجع دین تقلید کورکورانه نمی کنیم، در عوض کورکورانه حرف دانشمندا رو باور می کنیم. پیش خودمون میگیم خب لابد دانشمندا فکرشو کردن دیگه. شما ببینید بیشتر مردم دنیا مقلد دانشمندان هست. یعنی وقتی که بهشون میگن که مثلا زمین دور خورشید میگرده، میگن خب بله دیگه، بالاخره لابد دلیل دارن دیگه، بالاخره بی خودی که نگفتن. اگر به اونا بگن که مثلا پنیسیلین فلان دسته از میکروبا رو میکشه، از بین میبره، میگن خب حتما دلیلی وجود داره، بی خودی که به ما نمیگن. در عالم دین هم همینطوره، بیشتر مردم مقلدن، اونطور معتقدن که اون بزرگتراشون حتما بی خودی نمیگن، یه دلایلی دارن، حالا دلال هرچی میخواد باشه. خوب این هم نظر دکتر سروش بود. اصلا ما چرا به مشاهده خودمون اطمینان کنیم؟ مگه انسان خطای دید نداره؟ مگه عقل انسان کامله؟ مگه انسان اشتباه نمی کنه؟ خوب حالا که زیرا به همه چیز رو زدیم، جوابی هم به این سوال بدیم. سلام، من خدا هستم. آره، خدا. بله، عقل انسان کامل و بی عیب نیست. انسان امکان اشتباه داره و خلاصه در این دنیا 100% نمیشه به چیزی اطمینان کرد. اما شما در این دنیا زندگی میکنید، در نظر بگیرید کسی رو که تا 100% به چیزی اطمینان نداشته باشه اعتماد نمیکنه، چون این کسی چطوری میخواد زندگی کنه؟ میخواد غذا بخوره، او مراحل تهیه نون رو که ندیده. از کجا معلومه که رعایت بهداشت در تهیه نون شده باشه؟ از کجا معلوم که این شیر پاستوریزه شده باشه؟ او که ندیده. اصلا از کجا معلومه که لویی پاستور آزمایش پاستوریزاسیون رو درست انجام داده باشه؟ ما که ندیدیم. اصلا فرض کنید که او پاستوریزاسیون شیر رو دیده باشه، باز از کجا معلوم که شیر دیگه آلوده نباشه؟ اون نمیتونه هیچ دارویی مصرف کنه، چون مراحل ساخت دارو رو که ندیده. نه، چون این کسی نمیتونه زندگی کنه. در جامعه چون این کسی بیمار به حساب میاد. اما این دلیل نمیشه که هر کس هرچی گفت ما بپذیریم و باور کنیم. راه چهار اینه که ما با بیشترین درصد ممکن اعتماد کنیم. اگه در محل زندگیتون انواع دکترهای متخصص هست، خب طبیعیه که به دکتر عمومی اعتماد نکنید. اما اگه فقط یک دکتر عمومی در دسترس شماست، چاره‌ای جز اعتماد کردن به او نیست. این حکم عقله، چون هیچ اطمینان 100% در این دنیا وجود نداره. شما همیشه دارید با احتمالات زندگی میکنید، نه با قطعیت. معقول اینه که شما تا اونجا که میتونید احتمال تصادف نامطلوب رو کاهش بدید. همین. شما اگه یک بلیت هواپیما میخرید، به حرف فیزیکدان‌ها اعتماد کردید، به مهندسین سازنده هواپیما، به تکنسین‌های تعمیر هواپیما، به سازنده‌های قطعات هواپیما، به زمین فرودگاه، به برج مراقبت، به هوا و زمین، به همه چیز اعتماد کردید، به تجربه خلبانی که هرگز او رو ندیدید و کلن به سیستم حاکم بر هواپیمایی اعتماد کردید. این اعتماد میتونه معقول باشه، چون شما میدونید که این سیستم حاکم بر هواپیمایی خلبانان با تجربه رو برمیگزینه. متخصصان کنترل کیفیت هواپیما رو قبل از پرواز چک میکنند. هواپیما از یک استاندارد پروازی تبعیت میکنه و سیستم هواپیمایی چون این دقتی رو به خرج میده تا اعتماد شما رو جلب کنه، چون میدونه اگه شما و امثال شما
نسبت به او بی اعتماد بشید، خب به سراغ یک شرکت هوایی دیگه میرید و در نتیجه او ورشکسته میشه. بقای اون شرکت هواپیمایی به اعتماد شماست، پس اون رو حفظ میکنه. بقای یک مغازه به اعتماد مشتریانش هست، پس سعی میکنه اعتماد مشتریان رو حفظ کنه. این سیستم کیفیت و اعتماد رو حفظ میکنه. اما در دین قدری فرق میکنه. مؤمنین به علمای دین اعتماد میکنند. علما نتیجه کارشون و سخنانشون به اون دنیای پس از مرگ حواله شده. دقت کنید، شما نتیجه علم فیزیک رو در پرواز هواپیما میبینید و اعتماد میکنید. نتیجه علم پزشکی رو در بهبود بیماران میبینید و اعتماد میکنید، اما نتیجه وعده های دین رو هرگز نمیبینید. یک روحانی دین کافی وعده های خوب بده برای قیامت و بهشت و حوری و غیره تا مشتریانش رو حفظ کنه. بقای روحانیون به اعتقاد مردم به مقدسات دین هست. برای همینه که توهین به مقدسات دین رو با فتوای مرگ و چاقو کشی پاسخ میدن. بله، اعتماد به وعده های پس از مرگ با اعتماد به دانشمندان خیلی فرق میکنه. او در دین مسائلی وجود داره که میشه نتیجه اونها رو در این دنیا دید، مثل اقتصاد اسلامی، قانون موجر و مستأجر، قانون بانکداری، قانون ارث، قانون کیفری و غیره. روحانیون یک جمله اضافه میکنند، میگن که حکمت این قوانین رو ما نمیدونیم و در عالم غیب هست. این یعنی نتیجه کار رو نگاه نکنید، نگاه نکنید که با اقتصاد اسلامی اقتصاد یک مملکت در کوتاه‌ترین زمان ورشکسته میشه. شاید خدا حکمتی در اون دیده. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید، من خدا هستم.